من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. ومن يضل الفلا هاديه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بینندگان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با افتخار بلکه به توفیق رب العالمین یکی دیگر از برنامه های رشته برنامه و مجموعه برنامه حیات طیبه رو پیشکش میکنیم به حضور شما بزرگواران تا گامی برداشته باشیم در مسیر سعادت و رستگاری که خواسته و هدف هر انسان عاقل و خردمندی است که در نگاه ایمانی اهل ایمان در نگاه قرآنی باورمندان به قرآن در نگاه ملتزم و از روی پایبندی دوستداران محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سنت ایشون در ایمان و عمل صالح اخلاق خوب و پسندیده از جمله در تقوا معنا و مفهوم پیدا میکنه و محقق میشه چرا که ما تقوا رو کیمیای سعادت میدونیم و کتاب و منشور درست و صحیح و بی و نقص این سعادت و رستگاری رو به عنوان کیمیای سعادت قرآن کریم کتاب رب العالمین میدونیم که درش هیچ عیب و نقصی نیست هیچ کی نمیتونه درش دست ببره لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه باطل از هیچ سوی به اون راه نداره اگر بخوایم همه آنچه رو که در موضوع تقوا به عنوان کیمیای سعادت با این موضوع ذکر کردیم و ذکر میکنیم و ذکر خواهیم کرد ان در یک جمله خلاصه بکنیم اینه که سعادت در رجوع به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است در رجوع به وحی هست و همین سمبل و بلکه معیار و سنجه ایمان ارزیابی میشه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ما انسان ها سلایقی داریم سلیقه ها و ذوق های متفاوت و گوناگونی داریم نگاه های متفاوتی داریم اما اونجایی که موضوع سعادت و رستگاری است موضوع حفظ انسجام اجتماعی است موضوع سعادت بشر در دنیا و آخرت هست چون این جز در سایه دین حق و راستین ممکن و میسر نیست اما چون دوچار اختلاف میشیم چون دوچار تشتت میشیم برای حل اختلاف خودمون و برای اینکه از مسیر سعادت و هدایت دور نشیم باید به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم مراجعه بکنیم و به این خاطر هست که وحی اساسی ترین راهنما برای ما در جهت قرار گرفتن در مسیر سعادت و رستگاری است و انزلنا الیک الذکر در آیه 44 سوره مبارکه نه که در ادامه میاد لتبین للناس ما نزل الیهم و لتبین للناس ما نزل الیهم و برای اینکه برای مردم تبیین بکنی آنچه رو که برشون یا به سوی اونها نازل شده و از این روست که قرآن کتاب هدایت هست تقوا کلید رستگاری است کیمیای سعادت هست که قرآن کریم در کلیات و جزئیات خودش با بیان راه پرهیزگاران با بیان صفات پرهیزگاران با بیان صفات و ویژگیهای انسانهای بد با بیان خوبی و بدی با دستور به اینکه خوب باشید و با دستور به اینکه از بدی دوری بکنید راه سعادت رو به ما نشون داد. و در واقع بشارت و هشدار هست برمیگردیم به موضوع کیمیای سعادت و تقوا و صفاتی که الله سبحانه و تعالی برای متقین معرفی فرموده که این متقین هستند که میتونند از قرآن به عنوان کتاب هدایت بهره برگیرند ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین هدایتی است برای پرهیزگاران برای کافران عنود و لجوج مایه هدایت نیست مایه گمراهی و سرفکندگی است چون انتخاب خودشون گمراهی و لجاجت با حقایق قرآنی بوده اما متقین ذلك الكتاب لا ریب فیه هدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون همه اینها رویکردهای ایمانی و عملی انسان مؤمن هست الذين يؤمنون بالغيب ایمان به و یقیمون از فعل و عمل هست بر پاداشتن نماز در ادای حق الله سبحانه و تعالی یا در جهت حفظ حقوق الهی ایمان توحید بر پاداشتن نماز اما این فقط به تنهایی همه دین نیست و مما رزقناهم ينفقون دستور الهی است که در کلیتش حق الهی برای انجام حقوق و ناس هست و مما رزقناهم ينفقون حقی که الله سبحانه و تعالی از مال و ثروتی که به ما داده نسبت به دیگران در مال ما گذاشته و فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم این کیمیای سعادت هست درهمی دیناری صدقه میدی انفاق میکنی در دست فقیری میگذاری چقدر احساس آرامش میکنی لذت وصف ناپذیری که احساس تقرب به الله سبحانه و تعالی و مما رزقناهم ينفقون از آنچه که روزی ایشان کرده ایم انفاق میکنند و الذين يؤمنون بما انزل و وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون کسانی که به قرآن ایمان دارند چون کتاب هدایت هست اصل سعادت و برنامه سعادت در این قرآن در این کتاب اومده کسانی که به آنچه که به تو نازل شده و به پیامبرانی پیش از توی محمد نازل شده ایمان دارند و نهایتا می فرماید علی من ربهم و اولئک هم المفلحون چون این کسانی بر هدایتی از سوی پروردگارشون هستند قبل از این هدایت رو شناختند در مسیرش قرار گرفتند رهیافتگان به مسیر درست هستند بر این راه موندند و اولای هم المفلحون اینها رستگاران هستند جالب اینه که نخستین آیه قرآنی در موضوع تقوا به عبادت اشاره داره آیه 21 تا 23 سوره مبارکه بقره یا ایه الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم ای مردم عبادت بکنید پروردگارتون رو توحید رو با عبادت و بندگی الله انجام بدید و محقق بکنید الذی خلقکم پروردگاری رو عبادت بکنید که شما رو آفریده و من قبلکم و کسانی رو که قبل از شما رو اومدن اونها رو آفرید لعلکم تتقون برای اینکه تقوا پیشه بکنید لب و مغز و اصل و حکمت خلقت ما انسانها در سوره مبارکی زاریات بیان شده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسانها و جنها رو خلق نکردم برای اینکه تنها من را عبادت بکنند حکمت آفرینش ما انسانها اینه اولین دستور الله سبحانه و تعالی در خطاب عمومیش به عموم انسانها که من و شما هر کدومی از من و شما یکی از همین انسانها هستیم یکی از همین یا ایوه الناس هستیم که الله سبحانه و تعالی ما رو مورد خطاب قرار داده یا ایوه الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم ای مردم پروردگارتون رو عبادت کنید همون که شما رو آفریده و پیشینیان شما رو لعلکم تتقون این لب و مغز و اصل و اساس زندگی است تقوا که در سایه ایمان در ابتدای سوره مبارکه بقره گذشت تحقق پیدا میکنه بعضی ها در بیان مفهوم تقوا میگن خدا ترسی در زبان فارسی این رو میگن این معنا و مفهوم دقیق یا لاقل کاملی از تقوا نیست بله در تقوا پرهیزگاری است پرهیز هست پرهیز از خشم و عذاب الهی با خدا ترسی البته با انجام اوامر الهی و پرهیز از نواهی الهی لعلکم تتقون لب مطلب رو ادا میکنه در کلیاتش و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یا یا ايها الناس عبدو ربکم عبادت که اصل و اساس زندگی شما و حکمت و فلسفه آفرینش شماست و همچنین در جزئیات در جزئیات نسبت به این اصول اعتقادی در اصول عملی و در فروع عملی در همین سوره مبارکی بقره می کتب علیکم الصیام و کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون روزه بر شما فرض شده همچنان که بر پیشینیان شما فرض شد یعنی دامنه این حکم الهی به کل تاریخ بشر برمیگرده به این امت و امتهای گذشته چون هدف و قایت بسیار بزرگ است همسو هست با حکمت آفرینش ما انسان ها در جهت محقق ساختن توحید و عبادت و بندگی خالصانه الله عز و جل. به عبارتی توحید میشه تقوا تقوا میشه توحید و این انسجام و به هم پیوستگی مفاهیم دینی رو میرسونه لعلکم تتقون باشد که تقوا پیشه کنید تا تقوا پیشه کنید از این روست که ما موضوع تقوا رو به عنوان کیمیای سعادت در رابطه با ریز و درشت مسائل زندگی در آیات فراوانی از قرآن کریم صرفا واژه متقین رو در 43 مورد از آیات قرآن کریم میتونیم ببینیم غیر از اینکه بحث تقوا بحث تتقون و کلمات و واجه های همخانواده متقین به مراتب در آیات فراوانی بیشتر از آنچه که ذکر کردم در آیات قرآن کریم اومده که نشون میده همه اینها همه این, این مفاهیم به هم مرتبط هست و جالب اینه که موضوع تقوا در جای جای قرآن کریم توضیح شده و بیان شده و اومده تا نشون بده که یا در واقع این برداشت رو میتونیم داشته باشیم که تقوا به عنوان کیمیای سعادت در جای جای کتاب سعادت در جای جای قرآن کریم اومده تا توجه داشته باشیم که سعادت و رستگاری ما جدای از این قرآن نیست جدای از این قانون و دستورالعمل نیست تقوا و پرهیزگاری در سجاد آب کشیدن و همواره رو به قبله بودن نیست بله نماز الذین یقیمون الصلاة از جمله بزرگترین جلوه ها و صفات بارز اهل تقوا و اهل هدایت و هدایت یافتگان هست اما در این تقوا معنا و مفهوم اخلاق وجود داره قبل از اون اصل و اساس ایمان با همه ارکانش وجود داره و وقتی که میگیم حیات طیبه بارها این رو گفتم و باری دیگر مورد تاکید قرار میدم که من عمل صالحا من ذکر او انثا و مؤمن فلنحیانه حیات طیبه کسی که کار خوب و شایسته انجام بده اینجا عمل رو بر ایمان مقدم میکنه تا تأکیدی بر این موضوع باشه که عمل صالح جدای از ایمان نیست و اخلاق جزو مهمترین جلوه های رفتاری و منش و رویکرد انسان در موضوع ایمان و عمل صالح است اخلاق از عمل صالح و عمل صالح و شایسته از ایمان جدا نیست بنابراین ما میبینیم که موضوع تقوا در ابعاد مختلف بیان میشه حتی اون جایی که داستانهای عبرت از امتهای گذشته بیان میشه مثل داستان اصحاب سبت در آیه 66 سوره مبارکی بقره بعد از اون میاد در آیه 65 ابتدا میاد و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاصين مردمانی از بنی اسرائیل که حکم و فرمان الهی رو در رابطه با ممنوعیت سید ماهی در روز شنبه با انواع هیل و هیلگری و به زعم خودشون کلاه شری این حکم الهی رو شکستن نقض کردند به عذاب الهی گرفتار شدند الله سبحانه و تعالی فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و للمتقین این رو مایه عبرت همه مردم در گذشته و آیندگان قرار دادیم و همچنین و معذتا للمتقین پندی برای اهل تقوا یعنی انسان مسلمان وقتی که تاریخ رو هم میخونه وقتی به زندگی گذشته یک ادهی نگاه میکنه نگاه او نگاه عبرت آموز هست نه اینکه تاریخ رو بخونه که از این تاریخ به عنوان چماق و اهرمی بر ضد دیگران استفاده بکنه و یک سری اتفاقات تاریخی رو ازش ماجرا سازی بکنه و بعد از قرنها چماقی بکنه بر سر دیگران بزنه نه تاریخ رو میخونه که از تاریخ عبرت بگیره و ما قصص و داستانهای قرآنی رو در همین جهت میبینیم اونجایی که الله سبحانه و تعالی از داستانهای برحق و راستین امتهای گذشته خبر میده خیلی کوتاه اصل مطلب رو بیان میکنه که ای انسان ای مؤمن میخوای سعادتمند باشی امتهایی در مسیر سعادت و رستگاری با تعریف غلط و نادرستی که از سعادت داشتند با بدر شدن از راه و به انحراف رفتن این دستاوردشون بود و نتیجه عبرت آموز ازشون باقی مونده این رو بخون این رو مطالعه بکن ازش پند بگیر سعادت در جا زدن در تاریخ نیست سعادت این نیست که انسان تاریخ بخونه و در تاریخ در جا بزنه در نگاه تاریخی به موضوع سعادت به عنوان کیمیای مورد خواسته هر فرد بشر انسان از مطالعه زندگی دیگران عبرت انسان مؤمن تقوا رو بنمایه اصلی این روی کرد خودش قرار میده خدا ترسی فرمان برداری از الله سبحانه و تعالی پرهیز از نواهی الهی میخوای گناه بکنی؟ به این فکر بکن که چه بسا این گناه تو رو از ملاقات و دیدار الله عزوجل محروم بکنه این میشه تقوا از این روز که ما موضوع تقوا به عنوان کیمیای سعادت رو یک موضوع بسیار عام و فراگیر و گسترده در جای جای قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و سعادت میبینیم تا به این نکته توجه داشته باشیم که رسیدن به سعادت و رستگاری جز در سایه ایمان و جز در شناخت ایمان و عمل به آنچه که جز مختزیات ایمان هست که در قرآن کریم بیان شده به غیر این ممکن و میسر نیست برای خودم و شما از الله سبحانه و تعالی خواهانم که توفیقمون بده با تقوا و پرهیزگاری به سعادت و رستگاری برسیم و در آخرت از نعمت دیدار او تعالی برخوردار بشیم آخر و آخر دعوان آن الحمد لله رب العالمین الله نگهدار